یو مای فرند، سلام رفقا، درود بر شما، حالتون چطوره؟ من فرزین آفر هستم، خواننده آهنگساز ترانه سرا، با یک ویدیو میوزیک دیگه در خدمت شما هستم از یکی از بزرگترین ستاره های موسیقی پاپ کشور، آهنگی که خیلیاتون شنیدید، این بار از سلطان مشکی پوش جهان رضا صادقی، کسی که با خیلی از آهنگ های ایشون یاد و خاطره دارید، شاید عاشق شدید، فارغ شدید. اوکی، میخوایم بریم یکی از ویدیوهای ایشون رو با هم ببینیم. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید، اما قبلش یه لحظه صبر کنید، بریم سراغ ویدیو. Let's go. چقدر آهنگ خوش ریتمیه. حالا اونایی که یادشون میاد اوایل دهه 80 این آهنگا یه دفعه خیلی اوج گرفت و کارهای آقای رضا صادقی اونجا بود که به نظرم نقطه عطف کار اون موقع ها بود. این آهنگم مال اون موقع ها باشه. من بچه بودم، اونایی که جوون بودن 18 20 ساله مثلا اینا بودن، بعضیاشون مشکی پوش شده بودن به این سبک. مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مربونت. نمیتونم بگم آهنگو بهتر بود، الان هم گاهی میشه آهنگ خوب شنید، ولی انگار حسه اون فرق داشت دیگه. مثل شبای قلب آسمونه، کی میگه رنگ غم سیاه، رنگ خوش سفیدی. همه حفظم، همه کسایی که تو سالونن حفظم. گره رنگ غم میدونم، مگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، مگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن. پرستوی عشق واقعا مشکیه؟ ندیدم از نزدیک. تمام رنگای دنیا دو رنگم، مشکی تو عبد یه رنگه، واسه نوشتن یه رنگی دفتر عاشق. حتی یه رنگو بی دغدغه، حتی یه رنگو بی دغدغه. نکته رو بگم راجع به صدای آقای رضا صادقی، بچه ها، رنگ صدا، حجم صدا، زنگ صدا، وسعت صدا، اینا هر کدوم یه بحث گسترده، یه مقوله جداست. اون نکته ای که آقای صادقی رو ویژه تر نسبت، یعنی متفاوت کرده با خواننده‌های دیگه، جدا میکنه زنگ صدا و رنگ صدا. چیزی به جز یه رنگی و صفای دل ندیدم، از زبون عاشقای بیدار شبونه، پلیدی از سیاهی شب نشنیدم. ترانه ها هم غالبا کار خودشونه و ارنج کارا، ملودیا بیشتر سازنده خودشون هست. مگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، مگه رنگ پره پرستوی بشنوی. البته رضا صادقی از سال 70 اینو کار کرده، ولی خب میگم اون سال 80 و 23 اینا بود فکر کنم که خیلی خیلی یه دفعه اوج گرفت. اوکی، هدفم از گذاشتن این ویدیو این بود که این کار خوشگل و باحال رو بازم ببینیم. به نظر من، برای من که اینجوریه، یعنی بخشی از تاریخ ذهنی موسیقی من رو این آهنگا تشکیل میده. اوکی، خیلی متشکرم از همه کسانی که توی این ویدیو همراه من بودن و با من به تماشا نشستن. متشکرم، تا یه ویدیوی دیگه. ادیوس.